به مدرسه زبان آلفرا خوش اومدید. گروه دوم از 500 فعل مهم انگلیسی رو با هم شروع کنیم. توی این گروه افعال با بی شروع میشن. فعل اول بیک بیک پختن آلفرا بیکت ا برد آلفرا نان پخت بیکت گذشته فعل بیک هست و برد یعنی نان پس آلفرا بیکد برید آلفرا نان پخت بید بید حمام کردن I bathe every day من هر روز حمام می کنم بی بی بودن He is just a kid He is just a kid اون فقط یه بچه است حالا میپرسید من اینجا بی نوشتم چرا اینجا به جای فعل بی از ایز استفاده کردم باید بدونین که فعل بی فقط شامل بی نمیشه اما ایز و آر و واز و ویر همه اینا میشن چی؟ فعل بی هست جست کن او فقط یه بچه است. بیر بیر تحمل کردن I can't bear the pain. نمیتونم این درد رو تحمل کنم. پین میشه درد. The pain این درد رو. یعنی این دردی که الان دارم رو مثلا. بیت. بیت. بیت هم به معنی ضربه زدن هم به معنی شکست دادن توی یک رقابت. You can't beat me. تو نمیتونی شکستم بدی. Become. Become. شدن. Alpha became very popular. Popular میشه محبوب مردمی شدن یعنی دیگران بشناسن تو دوست داشته باشن آلفرا خیلی محبوب شد Became گذشته فعل بیکام هست خب بگ التماس کردن یا گدایی کردن در زبان فارسی A young woman was begging in the street. زن جوونی داشت تو خیابون گدایی میکرد. زن جوونی a young woman was begging in the street داشت تو خیابون گدایی میکرد begin. begin شروع کردن the leaves begin to fall when autumn comes وقتی پاییز میشه برگا شروع به افتادن میکنن behave behave رفتار کردن Alfra behaved in a very responsible way. Alfra behaved in very way. آلفرا رفتار بسیار مسئولانه ای داشت. یا میتونیم بگیم آلفرا به روش مسئولانه ای رفتار کرد. Behaved یعنی رفتار کرد یعنی گذشته فعل behave هست. In a very responsible way این عبارت با هم میشه به روش way میشه روش راه. Responsible مسئولانه به روش خیلی مسئولانه ای. Believe. Believe. باور داشتن. I believe you're right. باور دارم حق با توه. Right. حق میشه درستی حق خب وقتی میگیم یا right یعنی تو حق داری حق با تو تو درست میگی همه اینا میشه belong belong تعلق داشتن the bicycle belongs to me دوچرخه متعلق به منه خب این کاملا مشخص بند بند خم شدن lie flat and let your knees bend صاف دراز بکش و بذار زانوهات خم بشن let یعنی بذار your knees bend زانوهات خم بشن lie یعنی دراز بکش flat یعنی صاف lie flat یعنی صاف دراز بکش Let یعنی بذار. Your knees یعنی زانوهات بند خم بشن. پس صافت راز بکش و بذار زانوهات خم بشن. Bet. Bet. شرط بستن. I bet Alfa knows French. شرط میبندم آلفرا فرانسوی بلد باشه. knows ترجمهش دونستن هم میشه. بلد بودن هم میشه تو زبان فارسی. مثلا میخوام بگیم فلان زبان و بلده میتونیم از این کلمه نو استفاده کنیم. Bind. Bind. صحافی کردن یا چسب زدن. Do you bind books? Do you bind books? تو کتاب صحافی می کنی؟ Bite. Bite. گاز گرفتن. I got beaten by mosquitoes. I got beaten by mosquitoes. پشه ها گازم گرفتن. ببینید اینجا یه نکته گرامری هست. Bite میشه گاز گرفتن. خب یعنی فعلش معلومه اما اینجا گفته گاد بیدن وقتی گاد بیدن میگیم فعل مجهول میشه یعنی تو گاز نمیگیری پشه ها بدن تو رو گاز میگیرن تو مفعول واقع میشی و پشه ها گازت میگیرن بنابراین اینجا از فعل مجهول استفاده کرد قسمت سوم فعل آورد I got beaten by mosquitoes Blow Blow Take a deep breath and blow یه نفس عمیق بکش و فوت کن. دیپ عمیق. بریث نفس. تیک بریث یعنی نفس بکش. نفس کشیدن. Take a breath. چون امریه اولش با فعل شروع شده جمله امریه میخواد بهت بگه این کار رو بکن دستور میده Take a deep breath یک نفس عمیق بکش And blow و فوت کن بویل. بویل. جوشیدن Please boil an egg for me. لطفا یه تخم مرغ برام بجوشون. ببینیم تو زبان ما ما میگیم مثلا اگه تخم مرغ رو توی آب بزنیم و بجوشونیم به این کار میگیم آب پز کردن تخم مرغ. مثلا میگیم یه تخم مرغ آب پز کن. این شکلی ترجمهش میکنیم خب؟ ولی تو زبان انگلیسی ما میگیم بجوشون. پس من همون همونجوری ترجمه کردم براتون. Please boil an egg for me. لطفا یه تخم مرغ برام بجوشون. Borrow. Borrow. قرض گرفتن I need to borrow your car من نیاز دارم ماشین تو قرض بگیرم I need من نیاز دارم to که borrow your car قرض بگیرم ماشین تو blame blame سرزنش کردن do not blame your brother for the mess you made برادرت رو برای گندی که خودت زدی سرزنش نکن Do not blame یعنی سرزنش نکن. Your brother برادرت for برای the mess you made یعنی mess یعنی گند زدن یعنی اشتباه بدی کردن یک خرابکاری کردن برای mess فعل make میاد و اینجا چون گذشته بوده make شده made پس the mess you made یعنی اشتباهی که خودت کردی گندی که خودت زدی خرابکاری که خودت کردی the mess you made این جمله خوبیه دیگه میتونین حفظش کنید. Bother. Bother. مزاحم شدن. I didn't want to bother you. نمیخواستم مزاحمت بشم. بو bow. bow. تعظیم کردن. Every child bowed to the teacher. بازم اینجا uh, bowed گذشته فعل bow هست. همه بچه ها به معلم تعظیم کردند. Break. Break. break به معنی شکستن هست و خیلی معانی دیگه هم داره اما اینجا ما شکستن رو استفاده میکنیم don't break my heart don't break my heart قلبم رو نشکن heart میشه قلب breed breed تولید مثل کردن rabbits breed quickly خرگوش ها خیلی سریع تولید مثل میکنن rabbits خرگوش ها quickly به سرعت خیلی سریع bring bring آوردن آلفرا brought me an English grammar book brought گذشته فعل bring هست آلفرا brought me یعنی برای من آورد brought me یعنی برای من آوردش خب گه نمیگیم for me میگیم brought me برای من آورد آلفرا برام یک کتاب گرامر انگلیسی آورد broadcast broadcast we broadcast news at 9 ما ساعت 9 اخبار پخش میکنیم نیوز اخبار build build ساختن they they are building a house near us اونا دارن نزدیک ما خونه میسازن near us نزدیک ما burn burn سوختن The spy burned the papers. جاسوسه کاغذها رو سوزوند. The spy جاسوسه. Burned the papers سوزاند کاغذها رو. Burst. Burst, Burst یعنی با هجوم وارد شدن، هجوم بردن به جایی. هجوم که خب تو فارسی که میشه چی؟ خرابکاری کنی یا حمله کنی، وارد یه چیزی بشی. John burst into the room. John به اتاق هجوم برد. Bury. Bury. خاک کردن. دفن کردن. Alfra buried the box in the back garden. آلفرا جعبه تو حیات پشتی دفن کرد. Garden میشه باغ. اما خیلی وقتا تو زبان انگلیسی گاردن جای حیات استفاده میشه مثلا میگیم بک گاردن یعنی حیات خلوت حیات پشتی buy خرید کردن خریدن چیزی I'll buy a lot of candies for you من کلی آبنبات برات میخرم یا خواهم خرید خب بچه ها گروه فعل هایی که با بی شروع می شدن هم به اتمام رسید. بهتون تبریک میگم. یادتون نره. تاکید می کنم که همیشه هر آموزشی رو که میبینید از افعال آموزش قبلی رو هم باهاش دوره کنین چون من قول دادم که با این تکنیک شما افعال رو کامل بدون زحمت حفظ بشین تا آموزش بعدی و شروع گروه سی خدا نگهدار